سلام زبان آموزان عزیز فرهاد یعقوبی هستم مدرس زبان آلمانی پر کاربردترین صفت های زبان آلمانی رو با هم کار میکنیم که از ست آهنس آسوای اون بی آنس. یعنی از سه کتاب اینها جمع شده و در دو بخش بخش اول در ویدیوی قبلی با هم کار کردیم و ادامه در بخش دوم در این ویدیو با هم کار میکنیم که زیاد وقت ویدیو رو گرفت با هم درس شروع میکنیم ما داریم شپار زم. یعنی صرف اقتصادی عمر فول شوخ شختب گزوند سالم گزوند سالم گوغس سوگیش سخاوتمند گوغس سوگیش سخاوتمند گوغس بزرگ گوت خوب هایس داغ افلیش معدب اون افلیش بی ادب موده خسته اونگریش گرسته هنگریش گرسته لدیش مجرد فر های متهل، متحل لدیش مجرد فرهای های متحل ازدواج شده گیشیدین طلاق شده متلقه فر ویت بیوه انترسانت جالب توکن خوشک فشت فایخت منظرت میخوایم فایخت مرتوب یونگ جوان گوغس بزرگ کلاین کوچک ببینیم بی که از اینها اگر مخففیرم اول حرفی هم استفاده میکنن جی به معنای گوغس و که هم به معنای کلاین کالت سرد وارم گرم کلار واضح تمیز کلاین کوچک گلوک باهوش کرتس کوتاه لنگزم کند آسته لنگ ویلیش خسته کننده لشت آسان لستش، با مزه موتیش شجا فایگ ترسو زوس شیرین زوس شیرین بیت تلخ فرشیدن متفاوت مختلف نروز عصبی عصبی عصبانی نت مهربان نوی جدید نویگریش کنچکاف فزول اردنتلیش مرتب منظم قایش پولدار آرم دیشتیم به معنای بی پول که در ویدیوی قبلی کار کردیم قایش پولدار قشتیش درست سهی زوبر تمیز زوبه عصبی شنل سری شون زیبا قشنگ شوشترن خجالتی شوشترن خجالتی شوخ ضعیف تقاویش غمگین وایت دور شویرش سخت فیل زیاد ونیش کم زلفز Selbst süchtig خود خا Selbst süchtig به معنای مطمئن داریم ما شپورت لیش و همچنین داریم شتارک خب زیشه گفتم ام مطمئن جای ام مطمئن شپت دیر ناوخت شپورت لیش ورزشکا شتارک قوی، هلپ نیم معنا میده ببینیم از روی اعداد ریاضی هم فهمیدیم شو گنس کامل یعنی یک یختی که گنس یک باشه کامل باشه پس نیمی میشه هلپ این بود از بخش دوم صفات های مهمی که به سطح آینس آسوای و همچنین بی آینس اینها وری شده با هم کار کردیم اگر از این ویدیو خوش آمده ویدیو ما لایک کنیم و همچنین اگر کدام سوال یا پیشنهاد داشته میتونین کامنت بدیم همچنین آلبانی سفتا سر کانال یوتیوب منه اگر تا حال عضو کانال نشده سبسکرایب کنید تا از موضوعات بعدی با خبر باشیم تلگرام و فیسبوک هم هست آموزش زبان آلمانی سفتا و همچنین ایمیل هم داده شده راه ارتباطی منه اگر خواستیم با تماس بگیریم به سوال یا پیشنهاد، میشه میتونی طریق ایمیل هم با من ارتباط بگیرید. تا درس بعدی خدا یا رو نگهدار.